ساختمونمون رو تا اینجای کار طراحی کردیم، به اینجای کار رسوندیم ساختمونمون رو. حالا امروز میخوام با یه مطلبی شما رو آشنا بکنم که 100% آشنا هستید، ولی برای ادامه کارمون من باید این نکته رو به شما توضیح بدم. زمانی که ما وارد یک فضایی میشیم که میخوایم به طبقه اول یا ورودی ساختمان برسیم، یک فضایی داریم بین فضای سبز حالا یا ورودی ساختمان که بهش دک گفته میشه. ببینید این بخش رو ببینید، به این بخش دک گفته میشه که تو این تمام این ساختمان هایی که برای ما نمایش میده مشاهده میکنیم. حالا ما میخوایم اینو براش رسم بکنیم، یک دکی نصب بکنیم، یک دیواری براش نصب بکنیم. به این صورت ببینید اینجا همینجا هم که مشاهده میکنید اون رو در رویت پیاده سازی بکنیم. قدم اولم من به فرست فلور حرکت میکنم. اگر فلور رو انتخاب بکنم میتونم از اینجا گزینه دک رو انتخاب بکنم. لول من فرست فلور باید باشه. هایت آفست هم همینجوری که در اینجا از قبل مونده منفی 10.16 سانتی متر باید باشه. برای رسم باوندری گزینه لاین رو انتخاب میکنم. حتی میتونم اینجا انواع و اقسام شیپ ها رو رسم بکنم و اون رو تعریف کنم که اکسترود بکنه. حالا من خودم میخوام این رو رسم بکنه چون اندازه ها رو تقریبی میخوام وارد بکنم. ببینید در اینجا من میگم که شما یک 4 متر به سمت پایین حرکت بکن، حدود 12 متر به سمت راست حرکت خواهیم داشت، به سمت بالا تا این لبه کارمون اقدام خواهد داشت و در این قسمت هم تا این دیوار کورنر این قسمتم. ادامه میدم برای تکمیل باوندری یا تکمیل یک ایریا، یک محیط بسته انتخاب کردم. همینطور که به نقطه اول میرسم و میبندم ببینید به من یک سری آیتم ها نمایش میده. اگر من از اینجا گزینه سبز یعنی فینیش ادیت مود رو بزنم و البته قبلش اینجا اینها رو کنترل باید بکنم، انتخاب میکنم اگر اوکی باشه و فینیش ادیت مود رو سلکت میکنم. همونطور که در تصویرم به شما نمایش دادم به این صورت اینها رو شما مشاهده میکنید، این دکمون رو یا این ورودیمون رو رسم کردیم. در مرحله بعد من باید بیام یک فاوندیشنی دیواری برای نگهداری این رسم بکنم. حالا چیکار باید بکنم؟ اگر من به نمای تاپ آف پورچ حرکت بکنم، در این قسمت فاین رو انتخاب بکنم و به سراغ والها برم و از والها گزینه فاوندیشن بیسیک وال رو انتخاب بکنم، میتونم اینجا دیوار نگهدارنده این دک من رو رسم بکنم. برای این کار بیس کانسترینم باید تاپ آف پورچ باشه، تاپ کانسترینم تاپ آف فاوندیشن باید باشه، بیس آفست میتونم بدم میتونم ندم بر اساس تر هم و تاپ آفستم هم 10.16 از لول تاپ آف فاوندیشنم یه مقداری پایین تر باشه. شروع میکنیم به رسم از این نقطه که مقداری با این خط یکسان باشه. من اگر اسپیس رو بزنم به سمت راست حرکت خواهد کرد. بله تا اینجا این رو داشته باشیم. یه فضایی هم آزاد من میذارم، اینجا هم همینطور. بله به سمت بالا حرکت میکنیم و همینطور فضایی برای این قسمت خواهیم داشت و در نهایت این رو به نقطه انتهای و یا نقطه دیوارم وصل میکنم. بریم سراغ نمای سه‌بعدی. بله ببینید به این صورت این دیوار رو برای ما از نوع فاوندیشن برامون رسم کردش. حالا اگر خاطرتون باشه به بخش استراکچر رفتیم، برای وال یک فاوندیشن ما مجدداً نصب میکنیم. ببینید فاوندیشن برای وال استراکچرال فاوندیشن البته نصب میکنیم، خب یا اجرا میکنیم اون فاوندیشن. اگر من این کف رو انتخاب بکنم خودش به صورت اتوماتیک وال فاوندیشن من رو در حال نصب هستش. همینطور که دیدید به سادگی هرچه تمومتر مشابه مرحله قبلمون استراکچرال فاوندیشن هم برای این رسم کردیم. حالا من برای این که این رو تغییر بدم، نمیخوام مشابه دیوار فاوندیشن دیوارهای اصلی من باشه، همه رو انتخاب میکنم مجددن و نوع فامیلیم رو از 36:12 به 30:12 انتقال میدم. یه مقداری کوچیکترش کردم، به راحتی اومدیم و این رو نصب کردیم. در حقیقت سکوی ورودی به خونه رو رسمش کردیم.
برای ادامه کارمون باید این، ببینید یه مشکلی اینجا هست که ما باید این دیوارها با این دک ما تداخل پیدا کرده. اگر من دیوار رو انتخاب بکنم و برای اینکه کارم سریع‌تر باشه همه دیوارها رو من انتخاب بکنم، این دیوارهایی که با دک در ارتباطه، با سکوی ما در ارتباطه، انتخاب بکنم و بیس اکستنشنم رو منفی 10.160 قرار بدم، ببینید به بهترین نحو ممکن این مشکل حل خواهد شد و به این صورت که میبینید این دک ما با این دیوارها که رسم کردیم لب به لب خواهد شد. تا اینجای کار درسته؟ من یه بار دیگه به تاپ آف پورچ برم ببینم این تا انتها نیومده که من اینو به این صورت به انتها کشیدم. این رو هم همینطور باید به بخش ادیت باوندری برم، این رو من به اینجا حرکت بدم، اجازه بدین راست کلیک بکنم و ببینم اگر گزینه این رو پاک کنم بهتره. بله که کار از محکم کاری عیب نداشته باشه. مجدداً لاین رو انتخاب بکنم، این قسمت رو انتخاب بکنم، به این قسمت بیام و اجازه بدین این رو هم پاک بکنم، چون دقیقاً در اون مکانی که ما نیاز داشتیم قرار نگرفته بود. این بخش هم همینطور به این صورت و لاین دیگه‌مون رو هم رسم بکنیم. به این صورت، به این صورت و در اینجا خاتمه خواهیم. که این رو هم ببینید اگر من بیام از قسمت تریم این رو انتخاب بکنم، به این صورت برای من تریم رو انجام داد عملیات تریم. من اوکی بکنم میبینیم که این هم اصلاح شد. این دیوارمون رو هم من باید تا این بخش ادامهش رو داشته باشم. ببینید خوبی بیم و یا رویت و یا نرم افزارهای داینامیک این هست. ببینید به معنی اینکه این رو من یه کنترل زد بزنم ببینید چه اتفاقی افتاد. من این دیوار رو انتخاب کردم و تا اینجا این رو آوردم. مونتا فاوندیشن هم به صورت داینامیک با دیوارمون حرکت کرد و جابجا شد. به این صورت ما این فضای خالی رو پوشش داد. بسیار خوب، عالی هست. حالا ما بریم سراغ جایگذاری چند تا کالمن معماری. اگر من برم به بخش آرشیتکتور و کالمن ها رو انتخاب بکنم اینجا، منتها من باید بیام از بخش کالمن آرشیتکتورال رو انتخاب بکنم. چند نوع اینجا من دارم، فامیلی دارم. فقط قبلش باید فرست فلور رو انتخاب بکنم، برگردم به کالم و آرشیتکتورال کالم رو انتخاب بکنم. میتونیم این رو یک دونه رو ما اینجا جایگذاری بکنیم، به این سمت بیایم، تداخلی با پنجره ها ویو نداشته باشه، به این سمت اومدیم. بله یک ستون دیگه در این قسمت، یک ستون هم در این قسمت و در نهایت هم یک ستون در این بخش جایگذاری کرد. باید یه تغییراتی در این ستون ها بدم. این دوتا اولا که باید با هم در یک راسته باشن. ببینید من جا به جا بکنم سنتر در سنتر هستن همشون. حالا اینها رو انتخاب میکنم. برای بیس آفست هم با توجه به طراحی که من دارم میخوام یه مقدار به پایین بره و فیکس بشه کلمنم، یعنی ستونم با اون دیواری که در اونجا قرار داریم و داخل در حقیقت دک ما بشه. بنابراین منفی 12.70 سانت رو براش قرار دادم. در قسمت تاپ آفست هم چون میخوام کمتر بشه، برای اینکه سقف دارم در نظر میگیرم، منفی 40.640 رو در نظر میگیرم و اپلای میکنم. بریم ببینیم که از نمای سبودی چه ستونهایی رو برای ما رسم کرده. همونطور که دونید به این زیبایی برای ما ستونها رو رسم کرده و همونطور که از نمای سبودی هم مشاهده میکنیم، یه مقداری من میتونم این ستونها رو جابجا بکنم. اگر من به فرس فلور برم، اینها خیلی فاصله گرفتم به خاطر همون، من یه مقدار این رو به این سمت میارم، یک مقدار هم به سمت
پایین تر میارم، که البته باید این ستون ها رو هم انتخاب و اونها رو هم با این ستونم سنتر تو سنتر قرار بدم. این هم همینطور. ببینید من با موس اگر به سمت پایین حرکت بکنم به صورت اتوماتیک سنترها تشخیص داده خواهند شد. این رو هم همینطور ببینید خط آبی نمایانگر سنتر نمایان میشه. برای این ستون هم به همیشه. حالا بریم از نمای سه بعدی مشاهده کنیم. ببینید البته این ستون ها اندازه های دقیقی دارن، ولی خب ما این رو به این صورت در نظر گرفتیم که مشاهده میکنیم. یه نکته ریزی هم اینجا باقی مونده. ببینید این ستون باید تا انتها بیاد، چون دیوار ما ارتفاعش یک مقداری پایین تر هستش، ما میتونیم این ستون ها رو هم از بیس آفستش یک مقداری بیشتر در نظر بگیریم. ببینیم که بله من اگر اینو فکر میکنم 40 قرار بدم، بله بسیار نمای بهتری پیدا کرد. بنابراین من ستونها رو انتخاب میکنم و منفی 40 رو برای همه انتخاب میکنم به این صورت. اجازه بدین این ستونم رو هم مشابه اون ستون یک مقداری به سمت راست هدایت کنم تا نمای بهتری رو برای ما نمایش بدم. میتونید از روی کیبورد هم این تغییرات رو انجام بدید. ببینید من الان این ستونم رو از طریق کیبورد جابجا کردم. میتونیم دوتاشون رو هم انتخاب بکنیم و یا از گزینه الاین هم استفاده بکنیم. بله خیلی بهتر شد. این رو من متناسب با تر خوبه، تا اینجا کار خوبه. اگر بخوایم زیاد هم تغییرات رو اعمال بکنیم زمانمون رو از دست دادیم. تا اینجا کار عالیه، خیلی خوب شد. منتها باز هم اینها بستگی به طراحی‌های شما داره و نکات اجرایی خاصی که شما خودتون در جریانش هستید. به این دیوارها رو هم من یک کنترل دیگه بکنم که اصلاح شد. بله این دیوارها رو هم با هم اصلاح کردیم. در مرحله بعدی سراغ رسم ستون‌های اصلی و یا استراکچر ساختمون خواهم رفت. تا اینجا کار اگر هر سوالی آیتمی مطلبی داشتین حتما از طریق راه‌های ارتباطی با ما همراه باشین. این نکته رو فراموش نکنید که این فایل ما L31D هستش و من مجددا اینو ذخیره میکنم که داشته باشین. منتظر سوالات و آیتم هایی که نیاز دارید از ما بپرسید هستیم.